یکی از زمینه‌هایی که برای من بسیار در این سال‌ها جالب بود اصولاً بررسی دوران بسیار مهم تاریخ ایران هست، دورانی که به دوره دموکراسی ناقص نام‌آور شده، یعنی دوره از شهریور 1120 که ایران به اشغال قوای متفقین درآمد تا 28 مرداد که خب اسناد نشان می‌دهد که کودتا بوده و برخی اصرار دارند که یک قیام ملی بوده. در این دوره 12 ساله ما فراز و نشیب‌های زیادی در تاریخ ایران داشتیم. این دوره‌ای است که در اون چپ ایران به نام حزب توده وارد سپهر سیاست می‌شود. این دوره‌ای است که نزدیک بوده که بخشی از خاک ایران یعنی آذربایجان از ایران جدا بشود. دوره‌ای است که نخست وزیرها می‌آمدند و می‌رفتند. دوره‌ای است که در اون احزاب سیاسی به وجود می‌آید. قدرت دربار بسیار ضعیف بوده. دوره‌ای است که دین به صورت سیاسی بار دیگر به سپهر عمومی گام برمی‌داره. تا پیش از اون تا حدود زیادی عقب رفته بوده، عقب نشسته بوده. دوره‌ای است که یک گروه بسیار فعال تروریستی ولی بسیار اندک به نام سراسر شکست داشتیم. یعنی اگر شما به تاریخ ایران روابط خارجی ایران نگاه کنید، اون برگ‌های درخشان مثلا دوران صفوی که شاه عباس قدرت ایران رو در خلیج فارس در اون پیمان معروف مینا بر دولت بریتانیا و اسپانیا و دیگران تحمیل میکنه و اونها حقوق ایران رو در سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس به رسمیت میشناسند، وقتی به دوره قاجار میرسید تمام پیمانهای ایران پیمانهای واقعا تحمیلی و بسیار ننگاور هست. یعنی شما اگر از دوره اول قاجار نگاه کنید به این سوی، هرچه پیمان در ایران بسته شده و هر گونه روابطی که ایرانیان با خارج داشتن به فرودستی ایرانیان انجام میده. از پیمان گلستان که حقوق روسیه رو در منطقه قفقاز به رسمیت شناخت و سپس پیمان ترکمانچای که یکی از حاصلخیزترین بخش‌های ایران رو برای همیشه از ایران جدا کرد. و در اینجا اجازه بدید حاشیه برم، این نخستین بار در تاریخ ایران بود که طبق یک پیمان بخشی از خاک ایران برای همیشه از ایران جدا میشد. چون ما در گذشته هم جنگ و گریز داشتیم، می آمدن عثمانی ها تبریز رو می گرفتن، بعد شاه صفوی می رفته تبریز رو بازپس می گرفته، یا ازبک ها می آمدن بخشی از خراسان رو فتح می کردن، خب این ها می رفتن می جنگیدن اونجا رو می گرفتن. ولی این اولین بار در تاریخ ایران بوده که از راه یک پیمان ایران پذیرفته که در شهر قفقاز برای همیشه از ایران جدا بشود و این یک ضربه ای به جامعه ایران وارد کرده که در واقع باید گفت این پیمان که در حدود 192 یا 3 سال پیش بسته شد آغاز شاید تلنگری باشد که فکر مدرنیته رو وارد ایران میکنه. پیمان های بعد از اون پیمان آخال که در این دوران در یه دوره 28 ماهه یک برگ درخشانی در تاریخ ایران پیدا میشود که جامعه ای میآید و میگوید که ما مالک، یا در واقع این مخازن زیرزمینی، این دارایی زیرزمینی ملک مشاع ملت ایران است. اجازه بدید شما را یه قطر عقب‌تر ببرم. برگردیم به دوران مشروطه. تمام کوشش مشروطه در دو چیز خلاصه می‌شد. جنبش مشروطه دو آرمان مقابل خودش بیشتر نذاشته بود. نخست این که یک دولت مدرن ملی به وجود بیاورد، یعنی به جای امت و رعیت ملت بنشیند و ملت دولت درست کند. و این دولت ملی یا نیشن استیت یا اتناسیون، اینها یه اولین دستاورد در واقع مشروطه بود و به وجود آمد در ایران. حالا به صورت خودکامه کار ندارم یا فاسد، ولی به هر حال یک دولت مدرن ملی به جای دولت ایلی در ایران به وجود آمد. دومین آرزوی مشروطه یا آرمان مشروطه مشارکت مردم بود، که مردم بیایند، ملت بیاید در اداره امور خودش شرکت بکنه، مجلس باشد، انتخابات باشد، مجلس های ایالتی و ولایتی باشد و مردم بیایند و رأی بدهند و قدرت پادشاه و قدرت علما محدود بشود. ارزش داشت که پس از مشروطه برای نخستین بار یک ملتی، یک گروهی از مردم میگفت این آنچه که در زیر خاک ماست ملک مشاع ماست، مال همه ایرانیانه. و یک دولتی در گذشته بر پایه زور آمده و قراردادی رو از ایران گرفته در آغاز کار بر پایه حماقت شاهان قاجار که نمیدونستند این نفت دارای چه ارزشی است، با پیمان این رو به
ویلیام ناکس دارسی دادن و بعد از اون بر پایه زور در دوران رضاشاه آمدن و قرارداد 1933 رو به ایران تحمیل کردن که اگرچه حوزه جغرافیایی استخراج نفت رو محدودتر کرده بود نسبت به گذشته، ولی قرارداد رو 60 سال دیگر هم تمدید کرده بود. یعنی اگر جنبش ملی شدن صنعت نفت نبود، تا زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هنوز نفت ایران در اختیار شرکت نفت ایران انگلیس بود. برخی میگویند که خب چه ضرورتی داشت نفت ایران ملی شود؟ ایرانی‌ها که بلد نبودند نفت خودشون رو استخراج و تولید بکنند، چرا نیامدن مذاکره بکنند و مثلا به جای 17-16 درصدی که پس از مالیاتی که در بریتانیا میدادند شرکت نفت ایران انگلیس میداد، اون 16 درصدی که دریافت میکردن، چرا نیامدن مثلا اون رو به 30 درصد برسونن، چرا به 40 درصد، 50 درصد؟ این که بیشتر به سود ایران بود. پاسخ من این است که شما اگر با زنی روبرو باشید که با یه همسر ثروتمندی ازدواج کرده و اون همسر ثروتمند هر روز برای اون پول مثلا کلاه و کفش میخره ولی هر شب رو کتک میزنه، این زن رو اگر بخواهد از همسرش جدا بشه و حتی برود و بگوید که هیچ یک از این دارایی ها رو نمیخوام و پناهنده بشود به خانه زنهای مورد ستم، شما نمیتوانید اون زن رو قانع کنید که حالا بمون یه کمی هم کتک بخور، ولی اقلن هر روز شما کفش و کلاه و سرپناه داری. بردهی که میخواهد از یا بردگانی که میخواهند از دست بردداران آزاد شوند، شما نمیتوانید بگویید که اگر آزاد شدید کار نخواهید داشت، ممکنه نان نخواهید داشت و سرپناه نخواهید داشت. این منطق تاریخی استعمار بوده که چرا باید استعمار بماند، چون مستعمرات توانایی اینکه کار خودشون رو انجام بدن ندارند. بس بر سر این بود که ایران حق داشته، جدا از اینکه پیامد اون چه باشه، حق داشته مالک نفت خودش باشه و بر پای اینکه حق داشته مالک نفت خودش باشه، بعد از اون میتواند با شرکت‌های خارجی بر سر چگونگی اداره این ملک مشاع ایرانیان مذاکره بکنه. و اینجاست که در واقع اهمیت تاریخی دوران مصدق دست کم در زمینه حد حاکمیت ملی آشکار میشود. اما مصدق یا جایگاه ویژه مصدق در این قسمت نیست، فقط در این قسمت نیست. این یکی از دستاوردهای اون زمان است و اساساً مصدق با جنبش ملی شدن صنعت نفت شناخته شده. ولی به داوری من 5 زمینه دیگر است که مصدق رو ادامه انقلاب مشروطه و نماینده در واقع آرمانهای مشروطه در ایران میکنه. و منظور من هم از شخص فقط مصدق نیست، از این دوران است که مصدق نماد و سمبل اون بوده و از برخی جهات از دوران خودش جلوتر بوده. این گرفتاری های تاریخی ایران در دوران پس از مشروطه صورت نگرفتن مسئله مشارکت مردم در زندگانی خودشون بوده. یعنی مردم اگرچه در مجلس اول و دوم تا حدود زیادی آزادانه در انتخابات شرکت کردن، البته بگم مردم در واقع اون گروهی از مردم که حق رأی داشتن، 50% که زنان بودن حق رأی نداشتن، بخش زیادی از مردم هم اصولا سواد شرکت در یا آگاهی شرکت در انتخابات رو نداشتن، ولی به هر روی اون گروهی از مردم که توانایی شرکت در مشارکت در سرنوشت خودشون رو داشتن در مشروطه وارد مشارکت شدن. ولی خیلی زود از در آغاز کار آمدن روس‌ها به ایران، سپس جنگ جهانی اول، سرانجام ناامنی و اختشاش در سرتاسر کشور و به دنبال اون کودتای 1299 و دوره 16 ساله پادشاهی رضاشاه که یک پادشاهی به هر حال خودکامانه، دوره سازندگی خودکامانه در ایران بود، اصولا اون مسئله مشارکت مردم رو کنار گذاشت. دولت مصدق بازگشت آرزوهای مشارکت مردم در زمینه‌هایی است که مشروطه به دنبالش بود. من چند نمونه ساده اون رو برای شما مثال میزنم. نخست اینکه مجلس شورای ملی در این دوران واقعا به بازی گرفته شد. یعنی برخلاف حرفایی که در این کتاب نویسنده محترمی که من در این کتاب به نقد کشیدم آمده، هیچ یک از نخست وزیران ایران در دوران تا پیش از زمامداری مصدق مسئله مجلس رو جدی نگرفته بودند. اصلا در دوره های گذشته که انتخاباتی صورت نمی گرفت، یعنی جز مجلس اول و دوم مشروطه به شما گفتیم انتخاب بشوند،
اینها دیگه اعلی حضرت زیاد باشون خوب نیستن، این دو نفر دیگر انتخاب بشن. حالا در یکی از موارد شهرستان‌ها جواب تلگراف اومده که آقا اینا انتخاب شدن، گفتی رای پیدا کنید حل کنید مسئله رو، چون اینا قرار نیست بشن نخورد به سر وزیر ببخشید نماینده. یا نمایندگان در شهرها میچرخیدن، آدمی از توی سرکان در یه دوره انتخاب میشد بعدا از درگز سر در اینا بود. یا مثلا در حتی دوره انتخابات 17 که در دوران خود زمامداری مصدق انجام شد، با این وجود دخالت دربار و ارتش و نیروهای محلی به پایه‌ای بود که در نیمه راه انتخابات متوقف شد، چون تقلب در انتخابات زیاد بود. تقلب تا جایی بود که امام جمعه شیعی تهران، یعنی آقای دکتر امامی، حسن امامی که امام جمعه شیعی تهران بود، از مهاباد انتخاب شد. شما تصور کنید یه شهر اهل سنت کردنشین رفته باشه داوطلبانه رأی داده باشه که آقای دکتر حسن امامی که پاشو در مهاباد در زندگیش نگذاشته، این بشه نماینده مردم مهاباد. خب معلومه که گفتن که ایشون میخواسته وکیل بشه، گفتن سهمیه شهرهای دیگه پره، مهاباد مونده، زور مهابادیا نمیرسه به این که مثلا کاری بکنن. میخواید از مهاباد انتخاب بشید؟ گفت مسئله نیست، مسئله وکالته. از اینو نمونه های تجاوز به برحال حریم مجلس. مثلا در یکی از نشست های مجلس آقای جمال امامی که یکی از ناسزاگوترین پسر همین امام جمعه که اشاره کردی، جمال امامی، نه این امام جمعه گفتم، یه امام جمعه دیگری، ایشان معترض می شود مصدق که شما نمیگذارید صدای ما به گوش مردم برسه. آقای مصدق بعد از خروج از نخست وزیری به اداره رادیو دستور میده که از این به بعد مذاکرات مجلس به طور زنده پخش بشه. پخش مذاکرات مجلس برای نخستین بار در دوران زمامداری مصدق هست و در همون دوران هست که بلندگو میگذارن در میدان بهارستان که مذاکرات مجلس زنده در میدان بهارستان پخش بشه و پخش میشده. برای نخستین بار در تاریخ ایران این سنت گذاشته می شود که هر لایحه اول به مطبوعات فرستاده می شده، 3 هفته در روزنامه ها چاپ می شده و بعد در واقع بر روی اون تصمیم گیری می شده که مردم بدانند که چه لوایحی در مجلس می گذرد. ولی یکی از مهمترین جنبه های مشارکت مردم لایحه ای است که برای نخستین بار مصدق به مجلس می آورد و اون لایحه انجمنهای شهری و در واقع معروف است به انتخابات شهرداری ها. برای اولین بار در تاریخ ایران این طرح مطرح می شود که در شهرها انتخابات برگزار بشود و پس از انتخاب انجمن شهر، شهردار بر پایه رأی انجمن شهر منتخب مردم انتخاب بشود. این یه سنت جدید در تاریخ ایران بوده و در واقع اختیار شهرداری ها رو از وزارت کشور و شخص وزیر کشور می گرفته و این کار بسیار مهمی در گسترش دموکراسی است. شما می دانید که در کشورهای عقب مانده و امروز هم در کشورهای پیشرفته یکی از نمونه های گسترش دموکراسی فقط از بالا نیست که یک رئیس جمهور با رأی اکثریت انتخاب بشود، بلکه نهادهای مدنی پایین هست اتفاقا. همین کاری که اینجا در این شهر شما، بالاخره شما یک کمان دارید اینجا که این کمان رأی میدهد که این کتابخانه باشد و چه ساعتی باشد و چه کسانی اون رو بگردانند. یک دموکراسی به هر حال نهادینه شده و مردمی تر آرمان‌های مدرنیته و مشروطه میرساند. در مجلس اول هنگامی که مسئله بحث پیرامون انتخابات مجلس دوم پیش میآید، یک نفر از نمایندگان، نماینده همدان، مطرح میکند که زنان هم باید حق رأی داشته باشند. یکی دو نفر از نمایندگان هم از اون دفاع میکنند. البته میدانید که در 1906 یا 5 هیچ کشوری در جهان هنوز به زنان حق رأی نداده بوده که ایران استثناء باشه. اولین کشوری در جهان که به زنان حق رأی داد 1917 شوروی بود، آمریکا 1921 است و اولین کشور اسلامی که به زنان حق رأی داده ترکیه است. و در نتیجه اون زمان خیلی جلوتر از دوران چنین درخواستی رو داشتن و خیلی سریع این صدا رو خاموش کردن و منطقی هم بود که خاموش کنن، نمیگم درست بود، برای اینکه هنوز حتی حقوق مردان رو نتونسته بودن بگیرن و اینها میترسیدن که با طرح مسئله زنان اون
چهار تا آخوندی هم که طرفداری میکنن از مشروطه، اونها هم در واقع مثل شیخ فضل‌الله نوری ضد مشروطه بشن. این لایحه انتخابات شهرداری ها، و اینجاست که منو میرسونه به اینکه کی در واقع اینقدر خشم منو گرفت که در واقع تصمیم گرفتم که جلد اول رو در پاسخ به ایشان بنویسم. این لایحه انتخابات شهرداری ها اولین کوشش دولتی در ایران برای دادن حق رأی به زنان است. 10 سال پیش از انقلاب شاه و ملت، قانون به اصطلاح 6 بهمن و انقلاب سفید، یعنی در این متنی که نوشته شد ایشان می نویسند در کتابشون که یکی از نخستین اقدامات اولین کابینه مصدق مخالفت با حق رأی زنان بود. اولا خود این عبارت بسیار به نظر من موذیانه است. چرا؟ چون شما وقتی میگید مخالفت یعنی چیزی طرح شده که شما مخالفت بکنید. یعنی جمع امشب تصمیم میگیره که بروند در فلان کافه دور هم جمع بشوند، یعنی نفر مخالفت میکنه. ولی اگر شما یه موضوع رو طرح کنید که این مخالفت نیست، باید چیزی از نظر منطق چیزی مطرح بشود که بتوان با اون چیز مخالفت کرد. بنابراین تصوری که داده میشود این است که کسانی طرفدار حق رأی زنان بودند و در اولین کابینه مصدق با اون مخالفت شده. ما یک برگ کاغذ در اسناد دوره های گذشته نخست وزیران و مذاکرات مجلس در دست نداریم که کسی اصلا درباره حق رأی زنان صحبت کرده باشه. اولین بار در این لایحه است که اشاره کردم. لایحه قانون شهرداری ها کاری رو که می کند این است که اون بخشی از قانون انتخابات مجلس، می دانید که بخشی داره قانون انتخابات مجلس مشروطه که بخشی داره به نام کسانی که از رأی دادن محرومند یا کسانی که از انتخاب شدن محرومند، دیوانگان یا مهجوران و شکستگان به تقصیر و طایفه نصفان یا زنان. در این متن قانون انتخابات شهرداری ها این بند رو بر می‌دارند. این برای اولین بار در تاریخ ایران هست که در قانون انتخابات شهرداری ها، چون هنوز قانون انتخابات مجلس مطرح نشده بوده، در طرح پیشنهادی مصدق به مجلس که به روزنامه هم داده می شود، بند مربوط به اینکه چه کسانی از رأی دادن یا انتخاب شدن محروم هستند که زنان جزو اون باشه حذف می شود. و به مجرد اینکه این چاپ میشه، برخی از روحانیون تصور میکنن اشتباه چاپی است. و در مصاحبه‌ای که آقای شایگان با روزنامه کیهان اون زمان انجام میداد، توضیح میداد که خیر، آقای مصدق معتقدن که اگر مردم ایران بخواهند، یعنی به این رأی بدهند، زنان باید حق رأی پیدا بکنند. آقای بهبهانی نامه مینویسه به آقای بروجردی، بهبهانی معروف در آیت الله بهبهانی، محمد بهبهانی، نامه مینویسد به آقای بروجردی و دیگر روحانیان نجف، این در آذر ماه سال 1331 است، که شما اگر نجنبید این رویداد کفرآمیز در ایران اتفاق خواهد افتاد. و اونها نامه می‌نویسند به مجلس، به مصدق، از جمله خود آقای بروجردی در حاشیه نامه یکی دیگر از علما می‌نویسد، در حالا من این عبارت رو در کتاب آوردم ولی تقریبا همچین جمله است، که در کشور اسلامی رأی زنان حرام است و شروع میکنن به مخالفت. تظاهرات در قم برگزار میشود در مقابل کاخ بهارستان، و در مذاکرات مجلس آمده که ساعتهای درازی نمایندگان مجلس به این میپردازن که تومارهایی از شهرستان ها آمده در مخالفت با این کاری که آقای مصدق میتواند بکنه. یعنی اگر یک پژوهشگری رفته بود و تاریخ خوانده بود، از همون مذاکرات مجلس هم میفهمید که نخست وزیری که در سودای دادن حق رأی زنان بوده مصدق بوده. و واکنش علما و مجلسیان دولت رو عقب نمی نشانه. در خرداد 1332، 45 روز پیش از کودتا، دولت مصدق به شهرستان ها بخشنامه می پرسید انتخابات رو بر اساس همین طرح بروید و انجام دهید. البته انتخابات انجام نمی شود، کودتا می شود و غیره، و این لایحه حذف می شود. این لایحه برمی گرده دوباره به مجلس با همون محدودیت حق رأی زنان در دوران زاهدی. بنابراین در دوران مصدق در کوشش برای دادن حق رأی زنان یکی از گام‌های بسیار گستوار در جامعه ایران برداشته شد. موضوع سوم که باز دستاورد دوران مشروطه است و در دوران مصدق تکرار همین
و حتی به نظر من ژرف‌تر شدن همین آرمان هست، موضوع رابطه میان جایگاه دین و حق قانون‌گذاری زمینی است. سکولاریسم اصولاً چیزی جز این نیست که روحانیان نمی‌ستاد. از جمله در دوران زمامداری مصدق است که آقای نواب صفوی دستگیر می‌شود و 22 ماه در زندان می‌گذراند و فدایان اسلام بیشترین ناسزاها را در این دوران به مصدق گفتند. من بخش‌های از مجله روزنامه اونها نبرد ملت رو در اینجا نقل کردم. ببینید چه ناسزاهایی به مصدق و بیدینی رو نثار می‌کردند. و در مجلس نمایندگانی بودند مانند آقای شوشتری، معروف به سید بسم الله، اصلا نماینده‌ای بودی که فقط سخنرانیش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کرده، بهش می‌گفتن سید بسم الله. او میگوید که آقای مصدق، ما شاهدیم شما موقعی که در مجلس بحث نشسته بودی در ماه مبارک رمضان آب می‌خوردی و روزه نمی‌گرفتی، ما نماز خوندن شما رو ندیدیم. یعنی اینا اتهاماتی است که مصدق می‌زدن. مصدقی به هر حال مسلمان بوده ولی مسلمان سکولار بوده. ولی من یه نمونه‌ای از رفتار سکولار مصدق رو که به نظر من در تاریخ ایران تا امروز بی‌نظیر بوده از سوی بالایی ها در جامعه ما، حالا اپوزیسیون و مخالفان و روشنفکران به این درجه از درک و بیداری رسیدن، در مورد برخورد به بهائیان اشاره میکنم. آقای فلسفی در اون زمان رابطه بین آقای بروجردی بوده و دولت و دربار. در خاطراتش که بعد از انقلاب چاپ شده می‌نویسد که من با پیامی از سوی آقای بروجردی آمدم سراغ شاه و سراغ مصدق. پیامش هم این بوده که بهائیان در شهرهای ایران خیلی فعال شدن و مزاحم مسلمانان هستند. حالا اینکه چگونه بهائیان میتوانن مزاحم مسلمانان بشوند در شهرهای مختلف بماند. واکنش شاه رو در این باره میدانیم. یعنی واکنش شاه رو از طریق ثریا میدانیم. ثریا کتابی نوشته به نام کاخ تنهایی. کتاب بسیار جالبی هم هست. اگر دوستان فرانسه بلد باشن، کتاب فرانسه نوشته شده. البته یه نویسنده فرانسوی با او کار کرده. ترجمه در ایران شد، ترجمه خوبی هم شده ولی فرانسش خیلی قشنگتره. در این کتاب ثریا می‌نویسد که یکی از تنها کسانی که در دربار باقی مانده بود و من با او دوست بودم و از من حمایت می‌کرد، پزشک شاه بود. یعنی اون زمان سرهنگ عیادی بهایی بود و میگوید که بعد از مدتی متوجه شدم که عیادی نیامده چند روزی است که به کاخ. فکر کردم مریض شده، ولی وقتی کار ادامه پیدا کرد از محمد رضا پرسیدم. اون در کتاب با این نام از شاه یاد میکنه و محمد رضا به من گفتش که بزرگ دین ما پیغام فرستاده که بهائیان باید موقعیتشون محدود بشه در کار دولتی و دربار و مدتی آقای عیادی نخواهد آمد اینجا. این واکنش دربار هست. آقای فلسفی میگوید رفتم پیش مصدق. این آخرین باری است که فلسفی با مصدق دیدار کرده. میگه مصدق گفتم که آقای نخست وزیر، آقا یعنی آقای بروجردی پیغام دادن که ایشان نگران هستند، نفوذ بهائیان در شهرها زیاد شده و مزاحم مسلمانان میشن، دستور بدهید که از فعالیت اونها جلوگیری بکنن. این عین عبارت آقای فلسفی است. میگه مصدق قاه قاه خندید و گفت آقای فلسفی، برای من بهایی و مسلمان فردی ندارند، من نخست وزیر همه ایرانیان هستم. ببینید این آدم میتونه در اونجا برگرده بگه چشم نگران نباشید، توجه میکنم، کاری هم نکنه. ولی واکنشش واکنشی است سکولار، واکنشی است که از حقوق کسانی که اصلا در رأی دادن و نماینده به مجلس فرستادن نقشی ندارن که او برای جلب اونها این حرف رو زده باشه. باورش هست، باورش هست که بهایی و غیر بهایی یکی هستند و همه باید در واقع او نخست وزیر همه ایرانیان هست. شما این کلام رو از هیچ نخست وزیر دیگری در ایران نمی‌شنوید، حتی دوره بعدی. فکر نکنید که هویدا این رو میگفته. اونا میگفتن که فلان کس بهایی نیست، نمیگفتن که ما به حقوق برابر موافقیم. اگر هم کسی بهایی بوده و در دولت شرکت میکرده کتمان میکردن، شاید فشار نمی آوردن. ولی منظورم این است که این نکته به نظر من یکی از جنبه های بسیار بسیار روشن این دوران است. در تمام دوران نخست وزیری مصدق هیچ یک از وزارتخانه ها برنامه عزاداری برگزار نمی کنه. هیچ بخشنامه‌ای برای دادن بودجه برای عزاداری‌ها صادر نمی‌شود.
از این منظر هم، از این جنبه سوم هم به نظر من یکی از جنبه های بسیار مهمی است که ادامه در واقع دوران آزادی مطبوعات است. یعنی اولین دوره نخست وزیری بعد از شهریور 20 است که محرم علی خان بیکار میشه. محرم علی خان معاون ممیزی دوران رضا شاه و رئیس ممیزی شهربانی در دوران پس از شهریور 20 است. یعنی پس از شهریور 20 محرم علی خان که من نام اصلیش هم در اینجا اشاره کردم میشود رئیس ممیزی شهربانی و او حق داشته به دفتر هر روزنامه بره و اگر روزنامه مطلبی خلاف قبل از اینکه چاپ بشه چاپ کرده باشه اون مطلب رو باید به دستور معلم محرم علی خان و همکارانش بر می داشته و مواردی هم شده که روزنامه توقیف می شده. توقیف روزنامه هم در تاریخ ایران خیلی رواج داشته، هیچ کار جدیدی نبود. یکی از نخستین گام های دکتر مصدق، یعنی در واقع می توان گفت نخستین نامه‌ای که مصدق در روز دوم زمامداریش به شهربانی می‌نویسه این است که اگر کسی درباره من حرفی زد، ناسزایی گفت، شهربانی حق این که مزاحم روزنامه‌ها بشود نداره. یعنی هیچ این سند هست، این سند رو حتی آقای میرفتروس هم قبول کرده که این نامه رو نوشته ایشان و گفته که شهربانی حتی مداخله در کار روزنامه ها رو به دلیل اینکه به من ناسزا میگوین نداره. درست عکس کاری که قوام کرده بوده. کار دوم این است که محرم علی خان خانه نشین میکنند، یعنی به شهربانی دستور میدن که روزنامه ها به هیچ وجه موظف نیستن که هر روز یک شماره از روزنامه خودشون رو در اختیار شهربانی قرار بدن و به گفته چندین نفر از روزنامه نگاران آن زمان که من از اونها هم بازگو کردم، محرم علی خان در این 28 ماه بیکار میشوند. افزون بر این، معمولا نتیجه کار رو شما باید نگاه کنید و ببینید که آیا سیاست این بوده یا نه. در آغاز شمار روزنامه ها نسبت به آغاز دوران زمامداری مصدق 7 برابر می شود در پایان زمامداری مصدق، یعنی افزایش گسترده ای می یابد و بسیاری از این روزنامه های ناسزاگو به مصدق بودند. یکی از پژوهشگران آقای فخریدین عظیمی به درستی این گونه داوری میکنه که یکی از عوامل براندازی مصدق همین روزنامه هایی هستن که خود او آزاد گذارده بود. یعنی واقعا باور داشت که روزنامه ها باید آزاد باشن و این روزنامه ها ناسزا میگفتن. نمونه هایی از ناسزا هایی که روزنامه های توده‌ای، روزنامه های برحال چپگرای اون زمان و روزنامه های مذهبی به مصدق میگفتن رو من در این کتاب آوردم، اندک نیستن. چیزهای مانند این که مصدق مرد نیست، او میخواهد خارجی ها رو روی خود بکشاند، چیزای تا این حد زننده، یعنی اصلا دیگه بحث سیاسی نیست و به این دلیل با آمریکایی ها نزدیک شده، پیر کفدار استعمار، چیزهای از این دست. و همین روزنامه نبرد ملت که در تمام دوران دکتر مصدق اساسا آزاد بوده، هر بار هم که توقیف میشده روز بعد میتونسته به نام دیگری منتشر بشود، در پس از 28 مرداد از شمار روزنامه هایی است که معتقد بوده محاکمه دکتر مصدق اتلاف وقت و پول ملت است و همونجا باید با یه تیر رو خلاص کرد. این روزنامه ها آزاد بودن برای انتشار در دوران مصدق. بنابراین آزادی روزنامه‌ای، آزادی رسانه‌ای یکی از دستاوردهای مهم اون دوران و پیامد دوران مشروطه است. اما به نظر من یکی از مهمترین مسائل که آخرین نکته است که میخوام اینجا پیش از نتیجه گیری با شما در میان بگذارم، مسئله است که گریبان جامعه ما رو در 150 سال گذشته گرفته. پیش از پیدایش مدرنیته، پیش از پیدایش ساختارهای دموکراتیک، با ارزش‌های وفاداری به قانون در این سرزمین ها روبرو هستیم. یعنی مردم خواهان ماندگاری قانون هستند در کشورهای مانند ایران و در میان ایرانیانی که حتی در غرب زندگی میکنند. بی‌اعتنایی مطلق به قانون دارید یا بی‌اعتنایی نسبی به قانون رو دارید. بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنند یکی از دل مشغولی هاشون این است که چگونه سر دولت های خارجی تو نظام های زندگی روزمره شون از طریق قانونی کلاه بگذارن. یعنی رای رو پیدا کنن که مثلا اگه سهمیه به فقرا داده میشه و اینا فقیر نیستن این سهمیه رو بگیرن. اینو شوخی نمیکنم، یعنی جزو دستگاه فکری است که گویا ایرانی ها باش زاده میشن که ما چریختی میتونیم سر قانون کلاه بگذاریم.
یکی از دوستان من تعریف میکرد، میگفت با دو تا از فرزندانش که برها تو این جامعه بار آمدند سوار ماشین بوده، دیر وقت شب مثلا ساعت 11 محله بسیار خلوت، چراغ قرمز بوده، هیچ ماشینی هم وجود نداشته، کوچه باریکی هم بوده، این رد میشه و میگه این دو فرزند من فریاد و پرخاش بلند کردن که بابا چراغ قرمز بود. خب میدونید که این جوک معروف رایج در مملکت ماست که کسی رو به جرم پلیس، کسی رو به جرم رد کردن چراغ قرمز میگیره و از اون میپرسه که آقا این چراغ قرمز تو ندیدی؟ میگه اونو دیدم، تو رو ندیدم. و این موضوع قانون مداری دو جنبه داره، یعنی یکی ترس از قدرت و ترس از دولت است که انسان رو به وفاداری به قانون یا احترام به قانون وادار میکنه، سوی دیگرش ارزش اخلاقی اون هست. و از زمان پیدایش مدرنیته در ایران مسئله قانون یکی از کلیدی‌ترین مسائل بوده، امروز هم هست. تو همین حکومت کنونی ایران یکی از بحث‌هایی که میانه خود حکومتیان جریان داره قانونه. چرا؟ چون بسیاری از شرکت کنندگان در همین فرمان روایی به همین قانون هم وفادار نیست. در مدرنیته ایران، اصلا مدرنیته ایران با این کتاب متولد شده، کتاب یک کلمه، همین که عنوان برنامه تلویزیونی من هم است. این کتاب رو مستشارالله تبریزی در سال 1248 خورشیدی در پاریس می‌نویسه. کاردار سفارت ایران در فرانسه بوده. 17 ماده از قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق شهروندی و حقوق بشر و شهروندی فرانسه رو برگردان می‌کنه به فارسی. میاد حتی اونها رو با آیات قرآن هم تطابق میده که به برای روحانیان و نخبگان جامعه بگه قانون مخالف دین نیست، اجرا کنید قانون رو. اصلا یک کلمه یعنی قانون. میگه آقا یک کلمه درد و دوای، یعنی دوای درد جامعه ماست و اونم قانونه. و این رو این گونه خلاصه میکنه، میگه قانونی که شاه و گدا در برابر آن متساوی حقوق باشه. و این حرف تازه‌ای بوده در جامعه ما. میرزا ملکم خان هم اسم روزنامه‌شو میگذاره قانون. یعنی این مسئله دغدغه قانون در میان نخبگان آغازگر فکر مدرن در ایران وجود داشته. مصدق برجسته‌ترین نماد یک نخست وزیر قانونگرا در کشور ماست. یعنی اگر شما همه کارهای دیگر مصدق رو کنار بگذارید، قانون مداری مصدق ادامه مشروط است. یعنی اینکه فردی بعد از تصویب لایحه مالیات جدید فهرستی به وزارت دارایی میدهد که اول از اینها، یعنی اعضای خانواده من، برو مالیات بگیر، بعد سراغ بقیه مردم، این وفاداری یک آدم به قانونه. آقای خلیل ملکی می‌نویسد که بعد از اون تظاهرات معروف حزب توده یک ماه پیش از کودتا که جبهه ملی تظاهرات دعوت میکنه، صبح مثلا 5000 نفر میرن، عصر سازمان‌های وابسته به حزب توده، اونایی که علنی بودند بدون اینکه اسم حزب توده باشه، غیر رسمی وابسته به حزب توده بودند، اونها تظاهرات دعوت می‌کنن، 20000 نفر میره. خلیل ملکی میگوید که ما رفتیم سراغ مصدق و به او گفتیم که آقا جلوی این تظاهرات اینها رو بگیرید، باعث بی‌آبرویی ما میشه. پاسخ مصدق این است که بروید قانون بگذرانید. یعنی بروید قانون بگذرانید، بگید اینها غیر قانونی هستن، بعد من جلوشو میگیرم. تا موقعی که اینها از نظر قانونی حق تظاهرات دارن، دولت من جلوی تظاهرات اونها رو نخواهد گرفت. ولی اجازه بدید یک نمونه بسیار برجسته بدید. 60 ساله که مردم ایران پذیرفتن که این اطلاعیه درسته. یعنی کشتیبان را سیاست دیگر آمد و مرتب هم دیگران هم از این عاریت میگیرن، در مثلا نوشته‌های خودشون تکرار میکنن. این بوده کشتنیان را سیاست دیگر آمد. این شعر منوچهری دامغانی در مورد انگوره، در مورد انگوری که میگه این رو تصمیم گرفتن که اینا رو کشتنیان را، این انگور رو میخوان، حالا سیاست دیگر آمد، میخوان شراب کنن. ضمناً سیاست به معنای مجازات هم هست، داره بازی میکنه با واژگان. قصیده بسیار زیبایی هم هستش به نام دختر رز و این در این باره داره صحبت میکنه. بوده کشتنیان، یه نفر رفته که خواسته اینو بنویسه نتونسته بخونه، بوده کشتیبان. و کشتیبان که سیاست نداره که، ناخدا که سیاست نداره که، ناخدا سکان کشتی دستشه.
بله، حالا این حاشیه بود که خدمتتون بگم. اون اعلامیه رو منتشر میکنه و ماجرای سیتیر به وجود میاد و قوام السلطنه میفته از قدرت. میان در مجلس مطرح میکنن که آقای مظفر بقایی در دورانی که قوام همون دو سه روزی که نخست وزیر بوده از طریق سپهبودی با قوام مذاکره میکرده برای که یک شغل بالایی در کابینش پیدا بکنه. مظفر بقایی برای اینکه رد گم کنه و بگه نه من طرفدار قوام نبودم، عده‌ای رو برمی‌انگیزه از جمله شمس قنات‌آبادی و دیگران رو یک ماده واحده میارن مجلس که برای اولین بار در تاریخ مشروطیت ایران واژه محدور و دم در این ماده واحده استفاده شده که میگوید از آن میگوید که قوام السلطنه مسئول کشتار مردم در سیه تیره، محدور و دم است و چون محدور و دم است نمیگن خونش حلال، اونا اشاره نمی کنن، ولی دارایی او رو باید مصادره کرد. مجلس تصمیم میگیره که دارایی قوام السلطنه رو مصادره کنه. اگر چرخ به گونه دیگری بود و قوام نخست وزیر بود و مجلس رأی به مصادره دارایی مصدق داده بود، قوام با شتاب این کار رو اجرا میکرد، تردید نداشته باشی، هر کس دیگه هم بود اجرا میکرد، چون برای رسم جامعه ماست. مصدق وزیر دادگستریش رو میفرسته، لطفی رو به مجلس، و میگوید شما مداخله کردید در کار بخش قضایی، به شما چه مربوطه که بینید قاعده و قانون رو بگذرونید؟ افسون بر این، اگر کسی واقعا دست در کشتار مردم داشته، این رو باید دادگستری رسیدگی کنه و جزایی به اون پاسخ بده. جوابش که مصادره اموال او نیست. این جواب مصدق، قانون مداری مصدق در برابر کسی که دو ساله میخواسته جانشین او بشود. و از این بالاتر، این رو اگر ارسنجانی نگفته بود من میگفتم که حتما دروغه. ارسنجانی مشاور قوام السلطنه، نزدیکترین دوست قوام السلطنه و در واقع سخنگوی قوام السلطنه بوده. در یادداشت‌های سیاسیش می‌نویسه که آقای مصدق به سرلشکر کوپال رئیس شهربانی رو همراه با گروهی از افسران فرستادند، قوام السلطنه رو از خفاگاهش بیرون آوردند، بردن منزلش رو بهش تحویل دادن. این دار و دسته بزن بهادورهای بقایی رو هم که بهشون میگفتن میهن پرستان حزب زحمت کشان، از اطراف خانهش پراکنده کردن. یعنی چی؟ میگه آقا من زیر بار چنین قانون بیقانونی نمیرم، این خونه این آدمه و این خونه اگر میخواهید شکایت به دادگستری بکنید. این رفتار یک فردی است که قانون مداری رو تا حد سقوط خودش میرسونه. یعنی حتی وقتی که میخواهند او رو تشویق بکنند به اینکه ارتش رو به خیابان بکشانه یا مردم رو به خیابان بکشانه، یا بعد از اینکه شاه ایران رو ترک کرده، شاه رفته به بغداد و به او پیشنهاد میکنن اعلام جمهوری کن، میگه خیر، یک شورای سلطنت تشکیل میشود، اعلی حضرت یا بر میگردند یا مجلس مؤسسان تکلیف رو روشن میکنه، زیر بار نمیره. شاید امروز شما بگویید که ای کاش این کار کرده بود، ولی این کار مصدق نیست. مصدق یه مرد قانون مداره، یعنی اصولا اهل کار رادیکال انقلابی نیست. و اینها ارزش های دوران مشروطه است که به نظر من در این زمینه ها مصدق رو نماد مشروطه خواهی در ایران میکنه. نکته پایانی و جنبستم رو هم در اینجا بگویم که برای نتیجه گفتگوی خودم رو با شما در میان گذاشته باشم. بررسی های من خیلی روشن، جدا از شعارهایی که مطرح بوده و مطرح هست، نشان میدهد که این طرح کودتای خزنده بعدها 25 و سپس 28 مرداد در بهمن 1331 در واشنگتن و لندن ریخته شده. اسنادش رو من در اینجا آوردم و حتی من در اینجا نشان میدهم که این ماجرایی که نسبت میدهند به مصدق که 9 اسفند او میخواسته شاه ایران رو ترک کنه یک دروغ تاریخی است. چرا دروغ تاریخی است؟ برای اینکه 8 اسفند بر اساس گزارش آقای هندرسون به وزارت امور خارجه، هنگامی که علا داشته با اون نهار میخورده، تلفن وزارت امور خارجه وزارت داشت سفارت زنگ میزنه و شاه با علا صحبت میکنه. اون موقع تلفن همراه وجود نداشته، به تلفن سفارت زنگ زده دیگه، زنگ میزنه و میگوید که
به آقای صفگیر بگو مبادا این خبر سفر منو که فردا قرار انجام بشه لو بدهد تا کسی بیاد جلوگیری کنه از این سفر من. میخواسته سفر کنه. علت سفرم سیاسی نیست. علت سفرم اینه که ثریا آبستن نمیشده، میخواستن برن در خارج معالجه کنن، شاید ثریا بتواند بچه دار بشه ولی عهد برای او وجود بیاد. ولی همه ماجرا نشان میدهد که از دیما که در این قسمت شاه هنوز با خبر نیست از این پروژه‌ای که آمریکا جلو گرفته، در دیما طرح بعد از انتخابات آمریکا طرح براندازی مصدق ریخته شده، در فروردین بودجه اون تصویب شده و به راه افتاده. مهم نیست که روز 28 مرداد کی ابتکار عمل رو داره، مهم اینجاست که پروژه کودتاست و در پروژه کودتا بسیاری از نخبگان جامعه مخالفان مصدق درگیر هستن، از مجلسیان از سال 1322 تا 1332 هفته 10,000 پوند برادران رشیدیان از اینتلیجنس سرویس میگرفتند، هفته 10,000 پوند، و اینو پخش میکردند بین مجلسیان، روزنامه نگاران و غیره. اسناد نشان میدهد که طرح یک ماه و نیم پایانی کار برخلاف حرفایی که زده میشود که شاه در جستجوی راهکار قانونی برای انداختن مصدق بوده، تمام ملاقات ها برای کودتا است. و جالب توجه این است که شاه چون بسیار بیمناک بوده، سرنوشت پدرش یادش بوده که اگر فرمان برکناری مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی رو بنویسه و دولت‌های آمریکا و بریتانیا قطعاً پشتش نباشن، ممکنه خود اون رو بیاندازن، شرط میذاره در اون 7 هفته باقی مانده. میگوید که اول به آقای اسدالله رشیدیان که نماینده رسمی بریتانیا در این مذاکرات بوده، جاسوس اصلی انگلستان بوده، به اون میگوید که برای که روشن بکنه که این رشیدیان از طرف خودش حرف نمیزنه، میگه من میخوام مطمئن بشم شما از طرف چرچیل این حرفا رو میزنید. چند روز بعد هم به روزولت که به ایران آمده بوده محرمانه، کرمیت روزولت، میگوید من میخوام مطمئن بشم شما از طرف آیزنهاور این حرف رو میزنید. این اسناد رو من آوردم اینجا. سالهای درازی است که بی بی سی برنامه نیمه شب خودش رو با این عبارت آغاز میکنه. It is midnight in London. این جمله معروف بی بی سی است. سالهاست که وجود داشته. اون شبی که قرار میذارن بعد از صحبت با اسدالله رشیدیان، به شاه میگوین که بامدادان از خواب بیدار بشه، بامداد خیلی زود، و بی بی سی رو گوش کنه. آقای داربی شایر مأمور MI6 میرود به دفتر بی بی سی، هیچ نقشی هم اونجا نداره. برای اولین و آخرین بار یک واژه رو اضافه میکنن. It is exactly midnight tonight. که بگن ما این، یعنی این exactly رو قبلا به شاه گفتن که میخوایم اضافه کنیم، این رو اضافه میکنن. خب شاه مطمئن میشه که اسدالله رشیدیان که تو بی بی سی دست نداری، باید از نخست وزیر مملکت بریتانیا آمده باشه. در مورد روزولت هم او سخنرانی داشته، یا شیکاگو یا سیاتل، الان خاطرم نیست، در کنفرانس استانداران آمریکا متن نطق نخست رئیس جمهور در آمریکا نوشته شده است. یعنی این متن رو پیش از اینکه او سخنرانی بکنه معمولا به شنوندگان هم میدن، به رسانه ها بخشای از اون رو درز میکنن که بدانن درباره چه موضوعی میخواد صحبت کنه. اون متن رو وسط سخنرانی کنار میگذاره، اصلا ربطن نداشته به بحثش. میباید اجازه بدهید که به شما یادآوری کنم که ما اجازه نخواهیم داد ایران پشت پرده آهنین بیفتد. دوباره برمیگرده به سخنرانیش. یعنی به شاه پیام میدند که بریتانیا و آمریکا در بالاترین مقامات همسوی کودتا هستند، در چه فرمانها رو امضا کن و شاه امضا میکنه. من یک نکته بسیار جالبی برام همیشه وجود داشت که در جایی آمده بود که هنگامی که شاه، مطمئن نبودم این درست باشه، شاه بالاخره از بغداد رفته به روم، تصادفاً با آلن دالس در هتل روبرو شده. من این رو شنیده بودم جایی، فکر کردم جز به این حرفاییست که ایرانی ها میزنند و هیچ پایه‌ای نداره. رفتم و تو اسناد وزارت امور خارجه آمریکا دیدم درسته، گزارشیست، تلفنیست از دالس به بالاترها، به مرکز، که شما میدونید امروز من با کی روبرو شدم،
من با یا کسی درباره او نوشته که دالس با کی روبرو شده، با شاه ایران در لابی یا در تالار هتل اکسلسیور روم، هنگامی که هر دو میخواستن برای گرفتن اتاقشون ثبت نام کنن. خب یه لحظه تصور کنید، 25 مرداد کودتا شده، شکست خورده، در 27 مرداد در روم یکی از بلندپایه‌ترین مقامات آمریکا، شاید دومین مقام آمریکا، با یه مرخصی از پیش تعیین شده، مرخصی هم رفته، مهم نیست که ایران در بحرانه، در بین همه شهرهای جهان کجا رو انتخاب کرده؟ روم رو. و در بین همه هتل‌های دنیا کجا رو انتخاب کرده؟ اکسلسیور رو. اون موقع هم که اوربیتس وجود نداشت که تصادفاً بهترین قیمت رو به هر دو بده. این رو باید CIA یا وزارت امور خارجه تنظیم می‌کرده. شاه هم با یه هواپیمای اجاره شده وزارت امور خارجه و CIA راهی روم هست. اونها هم براش جا گرفتن دیگه، طبیعی است. چرا این دو در اونجا ملاقات کردن و چرا اصلا این اطلاع آمده؟ من جستجو کردم، فهمیدم در یکی از روزنامه‌های ایتالیایی اون زمان عکس این دو رو هم گرفته بودن و بنابراین باید داستانی درست می‌شده. داستانی بودی که رفته برای تعطیلات، تصادفاً در اینجا این رو دیده. ولی واقعیت داستانی که شاه بریده بوده در بغداد. یعنی شاه می‌خواسته بره روم و رنج خریده بوده در تگزاس، می‌خواسته بره اصلا کنار بگذاره و بیم و هراس CIA و وزارت امور خارجه آمریکا این بوده که وقتی شاه پاش به روم برسه ممکنه استعفا بده. و می‌خواستن قانعش کنن که بمونه برای اینکه گام بعدی در راه هست. این دیدار برای تصادفی، برای تفریحات آقای دالس نیست. یعنی خود اصلا تصور این که در چنین دورانی شما یه رئیس شرکت سادم باشید، موقعی شرکتتون دچار بحران میشه تعطیلاتتون رو هم میزنید. حالا در یکی از مهمترین کشورهای دنیای اون زمان داره کودتا میشه و ایشون گفته مهم نیست، من هنوز میرم تعطیلات، اینو به هم نخواهم زد. خب این نشانه این است که ماجرا خیلی ریشه دارتر از این هست. این رو هم در پایان بگویم که شما اگر به یکی از نخستین اسناد پس از 28 مرداد نگاه کنید، نامه ایست که رئیس تشریفات دربار آقای بهبودی به رئیس ستاد ارتش نوشته، باتمان قلیچ. من این نامه رو، پیکره نامه رو، عکسش رو در کتاب آوردم. نامه ایست که میگوید که اعلیحضرت دستور دادن که از مدال هایی که از نشان هایی که برای روز 28 مرداد تهیه می شود به این افراد هم داده بشه، چون افراد با کسان خود جانبازی کردن در 28 مرداد. یه لیستی رو هم زنیمش کردن در صفحه دوم. شما وقتی این لیست رو میخوانی راستی شرم‌آور هست. یعنی مثلا اسخر زاغی، خب اسم اصلیش بوده کلیایی، عرض کنم که حالا اسخر زاغی مطمئن نیستم توی این لیست هست، ولی اسامی شبیه این برادران چی بودن؟ محوال سکله جزو اینا نیست، ولی خب اسامی بقیه شون اینجا هست. ولی رمزون یخی، برادران رمزون یخی، امیر نوبور جزو اینا هست، طیب و غیره، 21 نفر هستن جمعا. من عکسی رو در اختیار دارم که متاسفانه به موقع به دستم نرسید که در این کتاب بگذارم. عکس یکی از این دو برادر رمزون یخیز که فراش اجاره کرده یا خریده، با هیکل بسیار بزرگ، دکمه هم به هم نمیاد، با یه دستگل در اتاق انتظار کاخ سعدآباد رفته برای گرفتن مدال وایساده. عکسش تو روزنامه چاپ کردن که ایشون دارن میرن اونجا که مدال بگیرن. خب یا اون بخش اون جگرکیه، از اون یکیه مثلا رئیس صنف جگرفروشای تهران میشود. خب در مملکتی که اولین دکتر حقوقدان ایران که در خارج دکترا گرفته، یعنی مصدق رو در زندان زرهی میاندازن یا در محاکمه میکنن، همزمان به یه مش آدمی که اسمای وسط دارن به اینها مدال میدند، اونم شخص پادشاه مدال میده، خب طبیعی است که این جامعه رو به واپسگرایی پیش میره. طبیعی است که از دل این جامعه بعدها نخست وزیری مانند مثلا آقای احمدی نژاد بیرون میاد. و در این نامه خیلی جالبه، نامه دربار،
در این نامه گفته برای اینکه مبادا در دادن مدال ها اشتباه کنید، یعنی کسی رو از قلم بندازید، عوضی به کسی مدال بدین که جانبازی نکرده، واقعا به جانبازان سردستای اصلی مدال بدین، حتما در این کمیسیون از آقایان نخعی و حسن کلانتری، تیمسار نخعی و حسن کلانتری استفاده کنید. خب تیمسار نخعی روشنه، تیمسار نخعی قبل از 28 مرداد رئیس برکنار هم شده بوده، رئیس بخش کلانتری های شهرمانی بوده، بیشترین جایی که لات های تهران رو میشناسن رؤسای کلانتری ها. خب این رئیس تمام کلانتری ها بوده و در چه گفتن ایشون حتما تو اون کمیسیون باشه که مبادا یه وقت به یکی از اینها مداد داده نشه و گرفتاری های پیش بیاید، یعنی یکی از اینها دوباره بیاد و خیابون رو شروع کنه قمع کشیدن رو بگیره. یه اسم دیگه هم اینجا گفتن، حسن کلانتری. من در شگفت بودم که یا هر کس که میخونه که این حتما اینم یکی از افسران و امیران ارتشه که مثلا تیمسار نخعی رو گفتن، کنارش هم حسن کلانتری. بعد که جستجو کردم بر من معلوم شد این حسن کلانتری همون حسن هفرنگ رئیس لاتهای کاشی تهران بوده، چون همه لاتها رو خوب میشناخته. در بخش در نامه دربار از حسن کلانتری هم درخواست شد در کمیسیون مدال دادن ارتش شرکت کنه که مبادا مدال به ناحق به یک کسی داده نشود. این دو سوی در واقع رفتار اون دوران هست، یعنی در یک سوی ماجرا در سوی کشاکش مردی نشسته است که گفتم چگونه پایبندی به قانون و چه دوامی نسبت به دوران ارزش‌های مشروطه داشته، و در این سوی ماجرا عده‌ای لات و لوت و برحال کسانی که جزو زد و خورد کنندگان خیابان‌های تهران بودند مدال می‌گیرند. خب طبیعی است که ما با یک گرفتاری اساسی در چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. سپاسگزارم. اگر تنفس میخوام تنفس به هرچی دوستان بله اکسیونی که قرار است روز سوم دسامبر در برابر پارلمان اتحادیه اروپا انجام بشه. خانم شیرین بفرمایید شما این صحبت رو. سپاسگزارم که این وقت رو دادین. گرامیان خیلی خوش اومدین. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در میدان لوکزامبورگ چادری برپا شده برای پشتیبانی از شیرزن تاریخ ایران، یعنی یکی از شیرزنان تاریخ ایران خانم ستوده، که پشتیبانی شما گرامیان باعث دلگرمی خواهد شد و حضور شما در اون روز باعث خواهد شد که دیگران هم از این امر با اطلاع میشن. این حرکت از سوی انجمنهای پرسپولیس، امید، اوهاپرس، اتحاد برای ایران و انجمن رازی است. سپاسگزارم. من فقط یه نکته در ارتباط با این بگم، برای که به خاطر برنامه‌هایی که من دارم این بر اون بر، خیلی از دوستان از ایران هم تماس دارن و از جمله برخی از کسانی که در زندان هستن، باری از اونها دوستان به هر حال گذشته و امروز من هستم. این حرکتات و خارج خیلی تأثیر در روحی اونا داره. مهم نیست چند نفر هستن و میشنون این مسائل رو، و واقعا امید خیلی هاشون هم به همین هستش که در خارج کارهای صورت بگیره که این صدا در واقع خاموش نباشه. این است که من فکر کنم هر کس در هر یک از این کارها بتونه بدون اینکه بخواد فقط یه گروهی رو مطرح کنه، بلکه واقعا از این کوشش به راستی شگفتی که این افراد در ایران انجام میدن پشتیبانی کنه، واقعا ستودنی است. Yes.